دوشنبه شیشم شهریور امسال مردی حدودا سی ساله به اسم منصور به اداره پلیس آگاهی اهواز میره و گزارش میده که همسرش گم شده منصور میگه بالای یه هفته است که از زنش خبری نداره و نمیدونه که چه اتفاقی براش افتاده سلام رفقا مهدی هستم همراه و روایتگر پرونده های جنایی از کانال مهدی تیوب امشب هم با یک پرونده عجیب و دلخراش از ایران این بار احواز در خدمت شما هستم خوشحال میشم برای اینکه از کانال خودتون حمایت کنید صفحه ما رو سابسکرایب زنگوله کنارش رو فعال و ویدیو رو لایک کنید بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و شما رو به شنیدن ادامه و جزئیات پرونده امشب دعوت میکنم همونطور که کمی پیشتر براتون گفتم منصور بعد از اینکه به اداره پلیس میره میگه آخرین بار یک هفته پیش به همراه همسرش توی خونه بوده که برای کار به بیرون میره اما موقع برگشتن میبینه که همسرش نیست این پسر میگه اولش فکر کردم که شاید زنم برای خرید به بیرون رفته اما چیزی که منو به فکر فرو برد این بود که کفشای همیرا توی خونه بودن حتی لباسهای بیرونش هم سر جاش بودن منصور میگه شروع کردم به گشتن همه جای خونه اما توی اتاق با صحنه عجیبی روبرو شدم همه وسایل داخل کمد دیواریمون به بیرون ریخته شده بود و طلاهای زنم هم به همراه مقدار زیادی کاغذ که سند بودن ناپدید شده بودند این پسر بعد از دیدن این صحنه به شدت نگران میشه از طرفی مطمئن بوده که اتفاقی برای زنش افتاده اون سریعا به طبقه بالا و پایین خونش میره تا خبر زنش رو از همسایه بگیره اونا هم هیچ اطلاعی از همیرا نداشتن اما همسایه طبقه پایین به منصور میگه ساعت حدودای یازده صبح سر و صدای از داخل خونه اونا میشنوه ولی فکر میکنه شاید اون دو نفر دارن با هم دعوا میکنن برای همین هم زیاد روی این موضوع حساس نمیشه این همسایه میگه حدودا نیم ساعت بعد از این اتفاق سر و صدا آروم میشه تا اینکه صدای بسته شدن محکم در آپارتمان رو میشنوه منصور با شنیدن این حرفا دیگه اطمینان پیدا میکنه که جون زنش در خطره اون آماده میشه و سری به مغازه همیرا میره مغازه بسته بوده و کسی اونجا نبوده این پسر از همسایه های مغازه زنش خبر میگیره ببینه آیا زنش به مغازه اومده یا نه یکی از همسایه ها میگه ساعت حدودای یک یه مرد غریبه جلوی مغازه زنش اومده بوده و با کلیدی که تو دستش بوده وارد مغازه میشه چند دقیقه بعد هم در حالی که تعدادی کاغذ توی دستش بوده از اونجا خارج میشه این مغازهدار میگه من به موضوع شک کردم احتمال دادم که این مرد شاید دزدی چیزی باشه برای همین سری به جلوی مغازه همیرا اومدم اما متوجه شدم که همیرا خانم خودش توی یه ماشین نشسته اون میگه حتی همیرا بهش سلام هم کرده بوده این مغازهدار میگه وضعیت روحی همیرا هم اوکی بوده جوری که روی لبش لبخند داشته منصور اما از این مرد میخواد تا مشخصات اون مرد و ماشینی که همیرا توش بوده رو بهش بده اما این مغازدار چیز زیادی یادش نمی اومده اون میگه همیرا موقع رفتن بهش گفته که اگه یه موقع همسرم به اینجا اومد بهش بگین که من رفتم همین جمله هم کافی بوده تا این مرد حالش بد بشه و بیفته روی زمین اهالی دور و اطراف سری به بالا سر منصور میان یکی از مغازدارها بهش آب قند میده و بعد از اینکه حال این پسر یکم جا میاد ماجرا رو برای اونها تعریف میکنه دوتا از مغازدارها در حالی که میگن کاش زودتر میفهمیدیم به منصور میگن که بهتره تا به اداره پلیس بره و ماجرا رو برای اونا تعریف کنه اونا میگن مامورا بهترین کسایی هستن که میتونن بهش کمک کنن اما این پسر تعلل میکنه اون بعد از اونجا به خونه ی پدر مادر خودش و همیرا میره اما از اونجایی که اونا از هیچ چیزی خبر نداشتن سعی میکنه تا ماجرا رو مخفی نگه داره ولی اونجا هم خبری از هومیرا نبوده تعلل این پسر باعث میشه تا یک هفته از این قضیه بگذره مشخصم نبوده که چرا دوست نداره به اداره پلیس بره انگار چیزی رو مخفی میکرده تا کسی ازش باخبر نشه اما در طول یک هفته که خانواده ها از این قضیه باخبر میشن به منصور اصرار میکنن تا به اداره پلیس بره خانواده همیرا به همراه دامادشون به اداره میاد و منصور اونجا خبر گم شدن زنش رو به مامورا میده اون حتی توی اداره به نیروهای پلیس هم غیر از این مطالب چیز دیگه ای نمیگه بیشتر سعی میکنه تا وانمود کنه که زنش گم شده و این یه اتفاق یهویی یه بوده خانواده هومیرا هم بارها و بارها از این پسر میخوان که همه ی حقیقت رو به پلیس و اونا بگه اما منصور بازم اظهار بی اطلاعی میکنه جوری وانمود میکنه که انگار هیچ چیز دیگه ای پشت این قضیه وجود نداره در حالی که واقعیت چیز دیگه ای بوده اما آیا واقعا همینطوره که منصور میگه چه بلایی سر هومیرا این وسط اومده و اون شخصی که با کلید این زن وارد مغازه شده چه کسی بوده آیا اتفاقات عجیبی پشت پرده این گم شدن هست پلیس اهواز اما بعد از ثبت همه حرفای منصور ازش سوال میکنه که آیا به کسی شک داره یا نه منصور میگه تا حالا توی زندگیش حتی یه بار هم خلاف نکرده بوده و زندگی خیلی آبرومندانه ای داشته هومیرا هم همینطور مثل خودش بوده اما نمیدونه که این اتفاق چه جوری سرشون اومده این پسر میگه همسرش هومیرا یه مغازه داشته که فقط به اونجا میرفته پلیس اما توی تمام مدتی که منصور از زندگیش و اتفاقاتی که توی این مدت افتاده حرف میزده شکش به این پسر بیشتر و بیشتر میشده چرا که توی اظهاراتش یه سری تناقضات وجود داشته خانواده هومیرا برخلاف منصور میگن دخترشون اصلا اهل کار کردن یا مغازه رفتن نبوده اونا میگن عید امسال بود که متوجه میشن هومیرا مغازه باز کرده پدر هومیرا میگه مونده بود که چطور امکانش هست توی این مدت منصور مغازه خریده باشه اون میگه وقتی قضیه مغازه رو از منصور پیگیر شدم اون به هم گفت که مغازه اجاره است و به اصرار همیرا از اونجایی که خیلی دوست داشته کار کنه دست به چنین کاری زده این در حالی بوده که پدر همیرا بعد از تحقیق راجع به این موضوع متوجه میشه که اجاره ای در کار نیست و منصور مغازه رو خریده این پسر به نیروهایی که پلیس هم گفته بوده که مغازه رو اجاره کرده پلیس اما از خانواده هومیرا هم میخواد که اگه به کسی شک دارن بگن پدر و مادر هومیرا اما اصلا تو زندگی دخترش نبوده و از اون اطلاعی هم نداشتن که بخوان به کسی هم شک کنن برای همین سوال پلیس رو بی جواب میذارن تحقیقات برای پیدا کردن هومیرا یه 25 ساله شروع میشه پلیس اطلاعات خیلی جالبی به دست میاره تو مرحله اول بررسی ها مشخص میشه که دو نفر در حالی که ماسک به صورت داشتن و کلاه روی سر با یه سواری پژو وارد محله هومیراینا میشن پلیس توی بررسی هایی که داخل خونه انجام میده مدرک قابل استنادی پیدا نمیکنه منصور توی این یه هفته همه ی این به هم هایی که داخل خونه به وجود اومده بوده رو مرتب کرده بوده در توضیح این ماجرا هم به مامورا میگه فکر می کرده که مهمون به خونشون میاد برای همین همچین کاری کرده اظهارات این پسر واقعا جالب بوده آخه توی این بهبوهه بوه کی به ذهنش میرسه که همچین کاری رو به خاطر اومدن مهمون انجام بده اما تصاویر دوربین های آپارتمان کناری خونه هومیراینا نشون میده که این زن با پای خودش سوار ماشین اون دو نفر میشه و اجبار و زوری در کار نبوده از طرفی همسایه طبقه پایین هومیراینا اظهارات قبلی خودش رو برای پلیس تکرار میکنه هنوز سر نخی برای پیدا کردن هومیرا به دست نیومده بوده که مامورا راهی مغازه این زن میشن با دستور قضایی قفل مغازه باز میشه تا اونا داخل مغازه رو هم بررسی کنن اونجا هم سر نخی که بتونه ردی از همیرا نشون بده نبوده اما پلیس تو ارتباط میدانی که با همسایه ها میگیره موضوع جالبی براش روشن میشه مدرکی پیدا میشه که باعث میشه تا معمای این پرونده رو حل کنه مغازه داری که با منصور ارتباط گرفته و ماجرا رو بهش گفته بوده پیش پلیس هم حرفهای خود رو تکرار میکنه اما با این تفاوت که منصور بعضی چیزها رو نگفته بوده این مغازهدار میگه اون دو نفری که با هومیرا به جلوی مغازه اون اومده بودن با اینکه ماسک و کلاه داشتن اما من میشناختمشون این فرد میگه مدتی قبل از اینکه هومیرا اینا این مغازه رو بخرن صاحب مغازه طی یه معامله ای رو به دو تا جوون میفروشه مغازهدار میگه اون دو نفر همین دوتا جوون بودن چرا که زمان عقد قرارداد هر دوتا معامله اون به عنوان شاهد توی دفتر اسناد حضور داشته و چهره و هیکل اونها تو یادش بوده پلیس برای اینکه از حرفای این مرد مطمئن بشه تصاویر دوربین های اون محل رو هم چک میکنه این مرد با دیدن تصاویر برای بار چندم تایید میکنه که حرفاش حقیقت دارد از طرفی اون به خرید مغازه توسط منصور و همیرا از این دوتا جوون اشاره میکنه حالا با مشخص شدن این موضوع معلوم میشه که قرار گره این پرونده به دست منصور باز بشه پلیس منصور رو بابت دروغ و پنهانکاری که انجام میده به عنوان مظنون این پرونده بازداشت میکنه این پسر اما توی اداره پلیس بعد از چند روز بازداشت بالاخره تصمیم میگیره تا حرف بزنه منصور طی اظهاراتی همه ماجرا رو برای مامورا تعریف میکنه این پسر میگه بعد از ازدواج چند سالی درگیر کارای مختلف بوده اما اصلا وضعیت خوبی نداشته برای همین هم تصمیم گرفته بودن که بچه دار نشن تا اینکه اون کنار دست یکی از رفقاش تو مغازه اون شروع به کار میکنه مدتی میگذره تا اون از یه موضوع با خبر میشه دو نفر از دوستاشون با هزار جور کلک و هیله یه مغازه خریده بودن حدودا یه هفته بعد از این معامله هم دنبال خریدار بودن تا مغازه رو بفروشن اونطور که مشخص بوده کیوان و جواد سر صاحب مغازه رو کلاه گذاشته بودند. مغازه رو به قیمت ارزون خریده بودن و میخواستن به قیمت گرون بفروشن تا این وسط کلی پول گیرشون بیاد از طرفی پول صاحب مغازه رو هم نداده بودن در واقع رفیق منصور اون رو از این قضیه با خبر میکنه و بهش میگه فرصت خوبیه اگه بتونه زرنگ بازی در بیاره صاحب یه مغازه میشه این پسرم وسوسه میشه اون موضوع رو با زنش هم در میون میذاره اتفاقا هومیرا هم بیشتر تشویقش میکنه تا شاید از طریق انجام دادن این کار به نون و نوایی برسن اونا با هم نقشه میکشن و منصور تو غالب یه خریدار پیش کیوان و جواد میره بعد از اینم که حرفای اولیه رو میزنن این پسر یه پیش پرداختی به اونا میده و میگه باید مغازه رو به اسم زنش سند کنن و بعد بقیه پول رو بده کیوانینا اما قبول نمیکنن اونا همه پول رو میخوان منصور هم شروع میکنه به تهدید کردن اونها این پسر میگه یا مغازه رو سند میکنین یا قضیه دو در بازیتون رو به صاحب مغازه خبر میدم کیوان که اصلا دوست نداشته سودی که از فروش این مغازه به دست میاد رو از دست بده قبول میکنه منصورینا مغازه رو با سند تحویل میگیرن و همیرا اونجا یه لباس فروشی باز میکنه کیوانینا اما از اون موقع مدام دنبال پولشون بودن ولی رفیق منصور میگه بیخیالشون شو و دیگه پولی بهشون نده حالا دقیقا مشخص نبوده که کیوان و جواد چه مشکلی داشتن که برای پس گرفتن پولشون پیش پلیس نمیرن و شروع میکنن به تهدید کردن این زن و شوهر منصور و زنش اما به تهدیدهای اونا هیچ اهمیتی نمیدن این پسر میگه روزی که زنم ناپدید شد کیوان به هم زنگ زده بود و باز دوباره رو میخواست آخر سر هم تهدیدم کرده بود که اگه پولشون ندم بلای بدی سرشون میاره اما من بازم جدی نگرفتمش مامورا از منصور میپرسن که چرا این قضیه رو حالا مخفی کردی اونم میگه ترسیدم که به خاطر این موضوع گیر بیفتم برای همین چیزی نگفتم از طرفی فکر نمی کردم که همچین کاری کنن برای همین نخواستم که پای اونها رو هم به این پرونده باز کنم پلیس اما با مشخص شدن این موضوع سریعا وارد عمل میشه و طی تحقیقاتی که داشته موفق میشه رد کیوان رو بزنه این پسر توی یکی از روستاهای اطراف اهواز مخفی شده بوده مامورات عملیاتی اطلاعاتی اون رو بازداشت میکنن کیوان اما تو اداره پلیس محل اختفای جواد رو هم لو میده پلیس جواد رو هم طی عملیاتی دستگیر میکنه و به اداره منتقل میکنه اما این دو نفر توی بازجویی ها سعی میکنن تا با حرفای گمراه کننده خودشون رو بیخبر از همه چیز نشون بدن کیوان میگه برای تفریح به روستای دوستشون رفته بوده و اونجا مخفی نشده بوده اما پلیس همه مدارک رو در اختیار این دو نفر قرار میده و ازشون میخواد که به همه چیز اعتراف کنند. کیوان همچنان مقاومت می کرده و چیزی نمی گفته اما جواد با دیدن مدارک همه چیز رو لو میده. اون میگه مقصر اصلی این کار کیوان بوده جواد میگه ما بعد از اینکه نتونستیم پولمون رو از منصور پس بگیریم از اونجایی که توی خرید اون مغازه کلا برداری کرده بودیم نمیتونستیم ازش شکایت کنیم چون پای خودمون هم گیر بوده برای همین کیوان گفت که مدتی منصور رو تعقیب کنیم تا تو فرصت مناسب مدارکمون رو از این پسر پس بگیریم مدتی گذشت تا اینکه ششم شهریور منصور از خونه خارج شد ما که توی کوچهشون منتظر بودیم بعد از رفتن اون از خونه به اونجا رفتیم همیرا زن ای بود وارد خونه شدیم و بهش گفتیم که منصور توی مغازه منتظره و ما رو فرستاده تا اون رو به همراه مدارک به اونجا برای تصویه حساب ببریم همیرا اما قبول نکرد برای همین ما به زور وارد خونه شدیم و اون رو با چاقو تهدید به مرگ کردیم جواد میگه کیوان با چاقو رون این زن رو زخم کرد و بهش گفت اگه کاری کنه که بقیه از ماجرا با خبر بشن اون رو میکشه همیرا به شدت ترسیده بود برای همین هیچی نمیگفت این پسر ادامه میده که بعد از اینکه همیرا رو ترسوندیم بالا سر کم و دیواری اونا رفتیم و همه مدارک و طلاهای این زن رو برداشتیم اما اسناد مغازه تو خونه نبود هومیرا گفت سندها تو مغازن ما هم به سمت مغازه رفتیم و اسناد رو از اونجا برداشتیم جواد میگه همیرا قبول نکرد که توی ماشین سند رو امضا کنه و اثر انگوش بزنه تا ما دوباره مغازمون رو پس بگیریم برای همین اون رو توی یکی از محله های احواز به یه خونه بردیم جواد توی ادامه اظهاراتش میگه کیوان این زن رو مجبور به امضا کرد اما همیرا قبول نمیکرد. جواد میگه کیوان که به شدت عصبی شده بود کنترل خودش رو از دست داد و شروع کرد به خفه کردن این زن این پسر اونقدر گلوی همیرا رو فشار داد که متاسفانه هومیرا نفس کم آورد و جون خودش رو از دست داد جواد و کیوان بعد از اینکه همیرا رو میکشن ازش اثر انگشت میگیرن بعد هم جنازه رو توی همون خونه دفن میکنن اما سه روز بعد از ترس اینکه گیر بیفتن دوباره به اونجا برمیگردن و جنازه رو از اونجا در میارن و به سمت جاده حمیدیه اهواز میبرن پلیس بعد از اظهارات جواد مشخصات محل دفن جنازه رو از اون میگیره و طی اقداماتی جنازه از محل دفن به پزشکی قانونی منتقل میشه واقعا نمیدونم چی بگم اما حس میکنم یه مغازه نه ارزش کلا برداری و نه ارزش قتل داشته که الان باعث شده تا زندگی چند تا خانواده اینجوری به هم بریزه کیوان بعد از اینکه جواد همه چیز رو میگه اظهارات اون رو تایید میکنه و در نهایت این دو نفر راهی زندان میشن تا بعد از اتمام تحقیقات پلیس و مشخص شدن همه ابعاد این اتفاق پرونده تکمیل بشه تا دادگاه اونها برگزار بشه مطمئنا کیوان به اتهام مشارکت در قتل اعدام خواهد شد و جواد هم به اتهام معاونت در این قتل حداقل به ده سال زندان محکوم میشه البته موضوع مربوط به کلاهبرداری هایی که توی معامله مغازه صورت گرفته هم تحت بررسی از طرفی پای خود منصور هم توی این قضیه گیره اما خانواده هومیرا ازادار واقعی این اتفاقن چرا که دخترشون رو از دست دادن پدر همیرا میگه مقصر اصلی قتل دخترش دامادشه و به هیچ عنوان اون رو نخواهد بخشید خیلی خوشحالم که تا اینجا پرونده همراه من بودید امیدوارم پرونده جذاب و شنیدنی بوده باشه و تونسته باشم به بهترین وجه ممکن براتون روایت کرده باشم همچنین پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط به جزئیات تجاوز به دختر 20 ساله مشهدیه که آرزوی بازیگر شدن رو داره رو حتما 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 ببینید